خب با سلام و درود مجدد، قسمت دوم پیش درآمد بخش اقتصادی. دوستان، کسایی که توی کارپنجات کار میکنن در سطح دنیا همه برشون انگیزه ایجاد میکنند. تایوان رو بهتون گفتم. در ایران میخوام بگم قبل از انقلاب چی کار میکردند. این بود که هر کارخونه که زده میشد، این کارخونه 2 سال، 3 سال، گاهن 5 سال از مالیات معاف بود که طرف هزینه هاشو بتونه در بیاره. وقتی که معاف میکردم 4-5 سال اول، این مثلا هزینه هایی که کرده برای ساختمان، برای ماشین، برای هرچی، اینا رو پوشش میداد. هر منطقه فرق، منطقه محروم بود، غیر محروم بود، نیمه محروم بود، اینها این کار انجام میدادن. اما از روز اول کارگر، کارمند، مهندس، تحصیل کرده فرق نمیکنه. یه اشل حقوقی داشت. اشل حقوقی هم جوری بود که اختلاف طبقاتی زیاد نشه. بعد اومدن به تمام مثلا به کارمندان میگفتن آقا سود سالانه سال چقدره؟ سود حقیقی چقدره؟ سود خالص چقدره؟ میگفت اینقدر. میگفت آقا از این سود خالص 50% مال خودت، 60% مال خودت، 40% مال خودت، بستگی به مقدار تولید و چیز داشت. اوت پوتش داشت. خب 40-50% سود خیلی ده. در اروپا این کارو نمیکنه، در آمریکا این کارو نمیکنه. علتی که بیشتر کارمندا تو اروپا میرن تو کشور دیگه یا آمریکا میرن جای دیگه به خاطر این هست که اونجا مالیات خیلی زیادی دارن. زیادی میبندن به قصه. و این مالیات برای اینها سخته. بعد اینه که سرمایه‌گذاری در کشور دیگه میکنند. هر کشوری که پوان بیشتری بده. خب در زمان شاه می اومدن بین 30% تا 60% توافق میکردن که صاحب کارخونه سودشو برداشت کنه. بقیهشو چیکار میکردن؟ 1. سود سهام رو بین کارگرا و کارمندا و تمام رو تقسیم میکردن که طرف انگیزه ایجاد بشه براش و باعث بشه که تو کارخونه از خودش بدونه. اگه سیستمی جایی به مشکل برخورد سریع بگه آقا بین رفعش کنید که سر ماه سوا از اون که داره میگیره این سود کارخونه هم شریک هست چون مال کارخونه مال خودش، هر کی کارخونه مال خودش میدونست و می اومدن این کار انجام میدادن و برای کارگر کارمند انگیزه ایجاد میکردن که اینا در نگهداری اینجا کوشا باشند. خب یه مبلغش رو صرف چی میکردن؟ صرف ورزش میکردند. یه مبلغی رو صرف هزینه هایی که پیش بینی نشده بود، حالا بیمه هست و اینا از کار نداریم. اما چین یه الگو شد در دنیا، یک مقدار از درآمد کارخونجاتش رو که در برنامه آینده اقتصادی ایران 100% این اتفاق خواهد افتاد. علت چه میدهد که ما باید جهانی فکر کنیم، منطقه عمل کنیم، یعنی باید جهان رو بچرخیم ببینیم چه کار کردن بهترین انتخاب کنیم تو کشور خودمون اجراش کنیم. چین اومد بین 3% تا 5% از سود تمام کارخونجات رو در یک صندوق ریخت به نام صندوق ترانسپورت. این صندوق کارش چی هست؟ کارش این هست که اگر کسی خواست جنسی صادر بکنه، هزینه ترانسپورتش سنگین شد، دولت میاد کاری میکنه از اون صندوق هزینه ترانسپورت کشتی رو، هواپیما رو، هر چی که از پرداخت میکنه به حد اون جایی میرسونه که واسه طرف صرف کنه. مثلا تو کار کارخونه تعریف میکنند که مثلا در بخش اقتصادی تعریف خواهند کرد اینقدر مواد اولیه، اینقدر کارگر، اینقدر آب، اینقدر برق، اینقدر استهلاک، اینقدر استکاک، همین رو محاسبه میکنند و بعد جنس قیمت تمام شده کالا اساسش در میاد، بیمه اینا هم از توش بندیده شده است، بعد میخواد صادر کنه به یک کشور دیگه. اگر مثلا 10% پول این کالا تناسب پیدا بازم برایش صرف میکنه، دولت میاد اینا رو محاسبه میکنه، کارشناس دارن، بعد ما تفاوت این رو دولت از جیب خودش میده. علتی که چین به تمام دنیا جنس صادر میکنه همینه. چین دولت هزینه ترانسپورت میده. کشتی‌ها تقریبا در حد مجانی براشون بار میبرن بعضی هاشون رو. چون ارز وارد کشورش میشه، پول وارد کشورش میشه. از کی پولش میگیره؟ از خود کارخوندارا گرفته، از جای دوری نگرفته. و انگیزه ایجاد میکنه براشون. علتی که جنس چین در همه جا ارزون هست همینه. که هزینه ترانسپورت دولت از جیب خود ملت و از جیب خود تولید کننده میده و جنس صادر که شد ارز اومد، درآمد خالص ملی میره بالا.
راجع به درآمد خالص ملی بعدا صحبت خواهم کرد. خدمت شما عرض کنم که در کشور ما اتفاق خواهد افتاد. یعنی جزء برنامه است. بهش بهتون بگم یک مثال براتون بزنم از یک روحانی که اول انقلاب هم تلویزیون برنامه اجرا می‌کرد. ما یه بچه محلی داشتیم به نام راستگو. ایشون کفاش بود. برادر ایشون یه آخوند بود. یه آخوند قد کوتوله که خیلی خوشخط بود. ما یه روز مسابقه فوتبال داشتیم. روزی که رفتیم برنامه‌ریزی بکنیم، صبح رفتیم برنامه‌ریزی کنیم برای اصل مسابقه می‌خوایم بدیم، دیدیم پیرهن جفت تیم‌ها یک رنگه. در نتیجه بعد یکی از تیم‌ها رنگ لباسشو عوض می‌کرد. شیراخت رفتیم، افتاد به اسم تیم‌ها که باید لباسمون عوض کنیم. سریع رفتیم ایستگاه سراب. اونجا چند تا فوتبال ورزشی بود تو مشهد. پیرهن‌ها رو خریدیم، حالا شماره می‌خوام بزنیم. چیکار کنیم، چیکار نکنیم و دیدیم که این برچسبای بخوام بزنیم با اوتو بزنیم قیمتش برام گرون تمام شد. من گفتم آقا راستو تو محل ما هست یا آخوندی خوش خط می‌نویسه. سعید بود و در خونه‌شو خلاصه اومد در میدار و گفتیم آقا اینجوری هست یه پیرهن بخوام 11 تا شماره برام بزن اینا. گفت دونه 5000 میشه. گفتم اشکال نداره. دونه 5 ریال. گفتیم ولی آقا ساعت 2 می‌خوایم. گفت ساعت 2 بیام ببریم. ما پیرهنو بهش دادیم و رفتیم. ساعت 2 من رفتم بگیرم. رفتم دیدم همه رو شماره نوشته و توی حیات آویزون کرده با از این گیره‌ها و خوشکم شد. وقتی رفتم اونو حساب کردم چیز کردم تشکر کردم، خیلی تشکر کردم. گفتم آقا تشکر لازم نداره. ما کار مایه. ببینید؟ گفت تشکر لازم نه، کار بنده است. یعنی شغل من اینه. کاری کردم پولی گرفتم. تشکرم لازم نداره آقا جان. تموم شد. اگر دولت برای مردم کاری میکند حق مردمه، کارش همین، غیر از این نیست. منتی سر مردم نداره، چون ملت هستن که دولت هست. هیچ دولتی در دنیا حق نداره یک ریال، یک دلار، یک یورو پول اون کشور رو خارج از کشور بره، چون مال ملته، مال ملته، هیچ حقی نداره مگه ملت ساکت باشن و تماشاشون کنن. البته نگفته نماند که حکومت جمهوری اسلامی جلوی مردم گاه‌گاه لقمه میندازه که صداشون در نیاد. به حد اقل میگیرش همین چیزهایی که میده، همین بساط دلال بازی که هست و قیمت ارز متفاوته و مردم سرگرم این مسائل کرده و از اونورم میلیارد میلیارد میبره، قرون قرون میده، میلیارد میلیارد میبره. مثلا در آلمان یه روز من رفتم داشتم میرفتم تو هامبورگ، میرفتم دیدم یه جور مردم جمع شدن. گفتم چه خبره؟ گفت این کشتی این سفارت فلان کشوره، امروز سه تظاهر کننده قراره بیان اینجا شروع کنن، دولت 4 تا پلیس اضافه گذاشته. مردم تظاهر به چه حقی؟ پلیس از حق واسه حقوق میگه، به چه قدم سی سفارت میذارید؟ خوب دقت کنید، حق تا کجاست، حق ما تا کجاست. دوستان من هدفم از این کلیپ ها قبل از برنامه اختیار کردن حقمون رو بشناسیم. منتی که سر ما نباید داشته باشه، ما منت سر اونا داریم، اونا خدمت گذاره ما هستند. ولی الان در ایران برعکس شده. هدف من این هست که دوستان و عزیزان به این واقعیت برسند که حق و حقوقشون این نیست که الان هست. ببینید دوستان، در هر کشوری یه سود به اصطلاح یک درآمد سرانه ملی هست، یه درآمد سرانه داخلی هست. در کشور ما درآمد سرانه ملی یعنی چی؟ یعنی چیزهایی که از زیر زمین در میاد، چیزهایی که از اون خاکی که وطن ماست در میاد، مال مردمه، مال ملت. بدون اجازه و اذن مردم حقی ندارن کوچکترین ده تصرفی درش بکنن. معادن مال مردمه، معدنها مال ملته، باید ملی باشه. اگر خواستن کاری انجام بدن دولت باید نیرو بذاره، میتونه پیمانکارم بذاره کنترلات هم بده، اما بحث اینه که سود اون باید بیاد تو صندوق دولت. سود شرکت نفت، شرکت گاز، معادنات گازی و امثال باید بیاد توی صندوق دولت. مال ملته. کارمندان حقوق خودشون میگیرن، کارشناسان هم کار خودشون انجام میدن، از سود، از اون سود هم در برای ایجاد انگیزه اینها و نگهداری اینا درآمد در اصل میگیرن. اما معادن و امثال هم حق هیچ کس نیست که بخوان معادن رو تخلیه کنن و بسن کشورهای دیگه به هیچ کسی هیچی نپرسه. چرا؟ چون میان و های جلو مردم لقمه میدازن. نه، حق ما این نیست. ما باید جلو دولتی ها لقمه بدازیم،
ما باید صدقه سری بهشون بدیم که چیز میکنن. ولی متاسفانه در ایران اینطور نیست. ما اگه به یه حقمون آشنا بشیم بدون سرس و بدون دعوا بین خودمون شعر بکنیم، همون جوری که خمینی و مجاهدین خلق که لعنت‌ترین گروه دنیا هستند به خمینی یاد دادن، گفتن در کویت حق مردم روز 70 تومن پول نفته، شاه هم باید به هر کسی 70 تومن پول نفت بده. یعنی گفتن حق ماست دیگه، مردم با خودشون حساب کرد یه خونه 6 نفره رو 70 تومن در روز روزی 420 تومن ماهی 12000 تومن. ماهی 12000 تومن، خب بله کسی حقوقش حداکثر 3000 تومن هست، 4000 تومن هست، ولی یه خانواده یه دفعه ماهی 12000 کمه. اما حساب اینجا رو نکردن که اینها سر ملت و کلاه گذاشتن، اینا حرف مفت زدن به ملت. و اونم این بود که کویت کل جمعیتش اون زمانی که صحبت میکنن به 100000 نفر نمیرسید، وسعتش به اندازه نصف کرج نمیشد و جمعیتش که 100000 نفر بومی بودن 2,400,000 بشکه نفت داشتند، 70 تومن هم کم بود. باید بشه یه مردمش بده که کار الان میکنن. الان کویت، عربستان، امارات مازاد درآمدش رو بین مردم تقسیم و به حسابشون میریزه. بعد اون موقع ایران 1,648,000 کیلومتر، 24 میلیون جمعیت و 2,200,000 بشکه نفت، این حسابش نکردن. سرتاپای کویت نیم ساعتی میشه رفت، یک ساعتی میشه رفت، وقتی این مصاحبه عمدن اومدن کاری کرد، مردم گفتن آقا شاه دزده. الان چیزی که به شما میگم دوستان، حکومت ما دزده. اینا واقعیتشو میبین، لمس میکنید، اما یه خورده اغماز میکنید. نمیدونم حالا یه فرق کرده، خیلی مثلا فرق من کردن حقشون میخوام. این ساختمان پلاسکو خیلی کمک کرد به قضایا که کو تاسات آتشانی ما، این هم پول از مردم میگیره، هم شهری پول میگیره، فلان میکنه، بسار میکنه، بمداد میکنه، و حساب اینجا نکرده بودند. اینجا آبشون خدا میبره، خدای ایران نگهدار مردم ایرانه. ما میخوام حقمون رو بدونیم، ملت باید حق خودش رو بدونه. دولت حق نداره که معادن ما رو تخلیه بکنه و اشخاص و افراد و آقازاده خودش بده و مواد خام از ایران صادر کنن. بعد همون جست ساخته شده رو با 200 تا 100 تا 50 200 برابر قیمت باز بره مردم وارد بکنن، چند طرفه سود بکنن. مردم باید حقشون رو بدونن، حقشون رو بدونن. سال به سال هم باید حسابرسی بشه. بعد اینقدر دولت جمهوری اسلامی پررو شد و خامنه‌ای اینقدر پررو شد در دستشون که اصلا دیدن برنامه‌ریزی لازم نیست. هاشم رفسنجانی چیز آقای احمد اولین کاری کرد آمد و بی حساب کتاب برنامه‌ریزی رو منحل کرد. هاشمی رفسنجانی، من نمیخوام والی قضایی بشم، روسیه از دنیا رفت. علتی که چهرهشون نمیدادن دوستان، اینقدر صورتش سیاه و کبود شده بود که شرم میکردن. بعد اومدش کار کرد این مقداری با این کار چیزایی هست زدن خود روسیه. روسیه از دنیا رفت، باید روسیه هم میرفت. هر جایی داشت خواست پول خرج کردن بدون حساب کتاب. آقایون خود همه مهندس بودن، همه هیچی رو رعایت نکردن و هر کاری داشت خواست کردن با این پول ملت. حالا باید مردم برن توی ژاپن مرده بسوزونن، بعد ژاپن هم دیگه راهشون نده، برن تو کشوری کارگری بکنن، برن تو کشوری در به در بشن. دوستان 99% پننده های ما در سطح دنیا در فقر مطلق زندگی میکنن. اگه به شما غیر از این میگن نیست، من میشناسمشون. تک تکشون هستن که خانواده‌شون بهشون کمک‌هایی میکنن، اونم تا کی؟ به خصوص حالا باید کار بکنن. یه حق ملت ایرانه بره توی یک آلونک توی خونه 10-12 متری زندگی بکنه. آیا حق اینه؟ نه، حقش تو ایرانه. اون نفت و گاز و اون معادن همش مال اینه. ولی چون صدای مردم در نمیاد و مرتب لقمه پرت میکنن جلوی مردم، سرشون رو گرم کردن. ما باید به حقمون آشنا بشیم. حق دادنی، حق گرفتنیه. باید یاد بگیریم حقمون رو بگیریم. تا کلیپ بعدی، خدا نگهدار.